خب دوستان دقت بفرمایید، در اینجا چند ربط دهنده رو میخوام در واقع به شما معرفی کنم که بسیار بسیار ما با این ربط دهنده ها سر و کار داریم و میتونن برای ما واقعا کاربرد داشته باشن. در ابتدا سه تا ربط دهنده رو خدمتون عرض میکنم. however, while و whereas. however یعنی با این وجود، یا خیلی راحت میتونیم بگیم اما. اما هم با این وجود هستی برای. while در حالی که، یا که باز میتونه معنی اما باشه، و whereas هم باز به معنی همون while یا در حالی که میتونه باشه. البته دوستان بدونید که while به معنی زمانی که هم میتونه باشه، هم در حالی که هم زمانی که، هر دو رو میتونه معنی داشته باشه. اما به معنی اما یا در حالی که هم میتونه باشه. بذارید مثال بزنیم. ما توی فارسی مثلا میگیم او مثلا خیلی اسراف میکنه در حالی که زیاد پول نداره، ها؟ به این صورت. این در حالی که همون معنی اما رو میتونه داشته باشه. بنابراین ما توی انگلیسی هم همچین کاربردی رو از همچین استفاده رو میخوام داشته باشیم از این کلمات. خب ببینید دوستان، اینها جزء ربط‌دهنده‌های تضاد هستن، یعنی در واقع تضاد رو نشون میدن بین دو تا جمله. بذارید مثال بزنیم برای هر کدوم از اینها. خب برای however اول میخوام مثال بزنم که همیشه بین دو تا جمله قرار میگیره. به چه صورت هست؟ مثلا به این جمله دقت کنید دوستان. بگیم که اون خیلی مهارت ها داره، با این وجود بیکاره. خیلی مهارت داره، با این وجود بیکاره. یعنی کسی که در واقع خیلی مهارت داره، خب انتظار داریم کارم داشته باشه، با این وجود بیکاره. خب میگیم he has a lot of skills. He has، او دارد. He has a lot of skills. However، با این وجود he is unemployed. However، با این وجود he is unemployed. Unemployed یعنی بیکار، کسی که employ نشده، کسی که استخدام نشده. So he has a lot of skills. However، he is unemployed. خب یا یه جمله دیگه میگیم که هوا گرمه، با این وجود ما به کارمون ادامه میدیم. خب it is very hot. It is very hot. هوا خیلی گرم. However, we continue to work. We continue to work. با این وجود ما ادامه میدیم به کار. However, we continue to work. با این وجود ما ادامه میدیم به کار. اما بیام سراغ while و whereas که دقیقا میتونن به جای هم استفاده بشن. یعنی در حالی که. خب دقت بفرمایید دوستان. من همین جملات رو میخوام با در حالی که بگم. میگن در حالی که هوا خیلی گرمه ما به کار ادامه میدیم، چون این دوتا معمولا در ابتدای جملات استفاده میشن. میگیم while it is very hot we continue to work، یا whereas it is very hot با وجود این که خیلی گرمه we continue to work، ما ادامه میدیم به کار. به این صورت. خب این سه تا ربط دهنده، سه ربط دهنده بسیار بسیار مهم هستن که در واقع تضاد رو بین جملات نشون میدن و در ادامه میبینیم که چقدر میتونیم از اینا استفاده کنیم در speaking. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.